با گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیز، سوری هستم. صبح، بعد از ظهر و شب خیلی خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. دوستان عزیز، با تشکر از مریم خانم عزیز که امروز به جای آقای سی تشریف آوردن و ما رو سر ساعت روی ایر فرستادن. در ضمن شماره استودیو هستش 818-532-6111 و اگر سوال دارین باید بلا فاصله و همین الان روی خط بیان، وگرنه لحظه آخر ما یه ذره سرمون شلوغ میشه. بریم سر سوال هامون. خانمی که گفته بودین ورم روده دارین، دل درد شدید و اینکه چه کار بکنین که بدون آنتی بیوتیک و اینا بتونین این مسئله رو برطرفش بکنیم. من فکر میکنم عزیز اول یه مقدار روی تغذیه باهات صحبت بکنم. اگه واقعا جدی هستی، همونطوری که من بارها صحبت کردم راجع به لیکی گات، وقتی که ورم روده میگیریم یا اینکه زمانی که اون حالتهای سوراخ پیش میاد در روده، اولین کاری رو که باید بکنین هستش که با یک رژیم تکخوری شروع میکنین. سبزی، سالاد برای کسانی که ورم روده دارین، هر چیزی که حالت نفخ به وجود میاره. بنابراین همونطوری که میدونیم خانواده براکلی و گل کلم و اینا فوق‌العاده نفقزا هستن و فقط اینکه حبوبات به هیچ عنوان استفاده نکنین. بهترین چیز این هستش که با آب گوشت یا آب مرغ شروع بکنین. میتونین یه مقدار توش پیاز بریزین، یک کم نمک و فلفل، ولیکن خیلی باید مراقب باشین هیچ نوع چیزی که شکر یا نمیدونم چیزایی که اضافه میکنه به اون ورم استفاده نشه. پس بنابراین با یک رژیم الو جانم، سودی هستم رو خطیم، بفهم. الو الو جانم، سودی هستم رو خطیم، بفهمی. سلام خانم سودی، خوب هستین؟ مرسی عزم جانم، بفهمی. خانم سودی، من یه مشکلی که سال هاست باش در واقع دست به گریبان هستم، این درد معده است که دیدم شما اول برنامه تونم داشتید همین سواله، مثل اینکه میخوندید. درست، این شما بودین پیام گذاشتین؟ نه، من همین الان شما رو گرفتم. خدمت شما عرض کنم که این درد معده و مشکلات دستگاه گوارش برمیگرده به این بک‌گراند فامیلی، یعنی همه خاله های من، دایی های من، مادرم با همین مشکل در واقع این مشکل رو داشتن. درست. بعد خدمت شما عرض کنم که بارها من اندوسکوپی شدم زمانی که ایران بودم و هیچ چیز خاصی نمیگفتن، میگفتن التهاب متوسط هست، یک مایل اینفلمیشن هست که هیچ کاری هم نمیشه براش کرد. درسته. اما بیشتر از اون چیزی که درد معده در واقع منو اذیت میکنه، یه مشکل دیگه بود که خیلی اذیتم میکنه و میکرد، این بوی بد دهان بود. درسته. که زمانی که من داروی بیسموت استفاده میکردم این مشکل حل میشد، ولی به محض اینکه قرصای معده اون داروی بیسموت تموم میشد دوباره اون مشکل برمیگشت. درست. بعد تا زمانی که اومدم، الان انگلیس زندگی میکنم، اینجا چون میرفتم دکتر و داروهای مختلف میدادن، یه داروی پیدا کردم، یه شربت معده هست به نام گویسکون. وقتی این رو میخوردم احساس میکردم کل مشکلات حل میشد. درسته. بنابراین شروع کردم به اندازه مثلا حدود 10 یا 20 میل روزانه از این شربت خوردن. ولی خب در حقیقت داروه و ساید افکت داره. میدونید چون میخوام بهتون بگم، یعنی یکم نگران اون ساید افکتش هم هستم. درست. و واقعا نمیدونم چی کار بکنم. از دکترم سوال کردم که این علتش چی میتونه باشه، گفتش که خب در واقع این حالت اسیدی معده رو از بین میبره و به حالت قلیایی معده رو میرسونه و این مشکل شما حل میشه، ولی خب همراهش ورم معده هم خیلی دارم. درست. خب بذار ازت مثلا جانم، بذار من از شما یه چند تا سوال بکنم. اولا چند سالته؟ من 39. گروه خونید اوه؟ نه، آیه منفی. آیه منفی هستی، 39 سالته. چند سال مشکل معده داری؟ شاید بگم 20 ساله. 20 ساله. پس از 20 خورده این مسئله شروع شد. آره، بله. وقت از نظر روحی و احساسی و اینا چطور هستی؟ اون که نپرسید دیگه، اون که معلوم آدم خیلی اوکی نیست و این داره فهمونه، ولی
میدونم با اون حالتهای عصبی و اینا در ارتباط هست و وقتی 100% هست. آره 100% بدتر هم میکنه، ولی همیشه با منه خانم سودی، یعنی شده مثل یه چیزی که اصلا هیچ فقط من جدا نیست. درست. چی میخوام بهتون بگم؟ آره، حالا ازت یه سوال دارم، حالا اون تو رو ول نمیکنه، تو چرا اونو ول نمیکنی؟ والا من میخوام ولش کنم ولی اون نساسرم باهم نمیداره، نمیدونم چرا. آره اینو ما هممون در ضمیر خداگاه همه ما فکر میکنیم که نه ما مشکل نمیخوایم، مریضی نمیخوایم، هیچ کدوم اینا، ولی قضیه اصلی اون مسئله ضمیر ناخداگاهه که اونجا چه برنامه ریزی اونجا هستش که من از این سن کم اینو شروع کردم و بهش چسبیدم. ببین لاجیکلی از نظر چیزی وقتی من به شما میگم تو چرا اونو ول نمیکنی، برات میک سنس نمیکنه، معنی نمیده که چی داری میگی، معلومه که من اونو نمیخوام، میدونی چی میگم؟ ولی در واقع شما با انرژی خودت این مریضی و بیماری رو جذب کردی. هر زمانی که یک مریضی یا بیماری به سراغ من میاد داره یک چیزی رو به توجه من میاره. پس بنابراین سوالی رو که تو میخوای از خودت بپرسی این هستش که چه چیزی در انرژی فیلد من این معده درد رو یا ورم روده رو جذب کرده و چرا من نمیخوام اینو رهاش بکنم. الان برات معنی میده؟ من بخوام این سوال شما نمیدونم 100% درست متوجه شده باشم یا نه، ولی اینو میخواد به توجه من بیاره که من خیلی آدم حساسیم، خیلی زود رنجم، خیلی همه چیزو دلم میخواد وارد دیتیلش بشم و این خب آدم اذیت میکنه. یعنی آدم راحت بگیری نیستم اینجوری بهتون بگم. درست. ولی خانم سودی فکر کنید هر چیزی من بخورم برام بده، یعنی ببین یه دقیقه وایس سایز صبر کن. ببین الان میدونی چی کار داری میکنی؟ این که دارم به شما میگم همه چیز برام بده. آره. منظورتون به اینه؟ آره. ببین ما الان داریم یه مشکلی رو من میخوام برای تو ریشه یابیش بکنم. تو زنگ زدی از من جواب میخوای دیگه، درسته؟ دکترم رفتی، دکترت هم درست نتونسته برات قضیه رو کلیر کنه. حالا من میخوام اینو برات بازش بکنم، ولی تو به جای اینکه به من گوش بکنی الان دوباره حرف منو متوجه نشده قطع کردی، داری میری روی دیتیلایی که من میدونم. اصلا لازم نیست به من بگی که کسی که ورم روده داره چه مشکلاتی داره، من اینا رو همه رو میدونم. درسته؟ درست. پس با من باش، اصلا این مسئله ورم روده و اینا رو همه رو بذار کنار، بذار ببینیم قضیه یه ریشه یه این چه. ببین عزیز، وقتی که من خیلی موشکافی میکنم غذایا رو، وقتی خیلی انالایز میکنم، بالا میکنم، پایین میکنم، تمام این داستانا، من آدم راحت و زود گذر از مسائل نیستم. تا اینجاشو با همدیگه موافقت داریم؟ درست. اوکی. پس ببین، پس من الان چی دارم میگم؟ من دارم میگم من زندگی رو دارم سخت میگیرم، من به راحتی چیزا رو نمیپذیرم و به راحتی هم چیزا رو رها نمی کنم. الانه که بهت میگم تو چرا به مریضی چسبیدی، برای اینکه این تویی که اونو رهاش نمی کنی. درسته؟ پس الان سوالی که باز دو مرتبه اینجا پیش میاد این است که قدرت دست کیه؟ کی داره تو رو رانت میکنه؟ آیا تو فکر میکنی که you're in control، توانایی دست توه، یا اینکه تو قربانی هستی و این مریضی یا بیماری اون داره تو رو کنترل میکنه؟ الان من سوالم از تو اینه که who's in charge، چه کسی داره این برنامه ریزی رو ران میکنه؟ باور کنید بعضی موقع من اصلا دیگه بهش اهمیت نمیدم، یعنی با توجه به اینکه مثلا میدونم که اینو اگر الان بخورم ممکنه که این اتفاق بیفته، ولی میخورم میگم نه نمیشه، مطمئنم دیگه اوکیه، ولی بازم اون اتفاق میفته. آره، ولی جواب سوال منو ندادی عزیز. سوال من چی بود؟ کی مسئوله؟ کی مسئوله؟ مسلماً من، ولی نمیدونم. وقتی تو میگی مسلماً من، تو واقعاً اینو باور داری؟ 100%. اوکی. پس 100% دست توه، یعنی مریضی
بیماری هر چیزی که هستش دست توه، یعنی تو مسئول هستی، درسته؟ بله. اوکی. ولی پس اگر که تو واقعا مسئول این قضیه هستی، کسی که میتونه این رو تغییر بده تو هستی، ولی اون اپروچ یا اون راهی رو که تو استفاده میکنی اون مهمه، و چیزی رو که تو میخوای بهش دست پیدا بکنی اینه که راه من چی هستش. ببین، تو مرتبا میتونی در ضمیر خودآگاه بگی که من میخوام این مریضی خوب بشه، من سالمم. میتونی هزار بار این منترا رو روزانه تکرار بکنی، ولی اگر ضمیر ناخودآگاه تو به خاطر اون برنامه ریزی هایی که ثبت شده اونجا، اگر که اون رو باور نداره و اگر ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه تو در یک جهت حرکت نمی کنن، تو مشکل خواهی داشت. پس ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه باید به یک طرف، به طرف یک هدف با هم دیگه برن. ولی تو الان گفتی که من میدونم که این برام خوبه و فکر میکنم که این برام خوبه، هیچ مشکلی برام پیش نمیاد، میخورم و بعد اون مشکل دو مرتبه پیش میاد، درسته؟ بله. اوکی. پس بنابراین این الان چی داره به تو میگه؟ این داره به تو میگه که فکر تو با بدن تو با همدیگه هماهنگی نداره. درسته؟ خب. پس برمیگردیم به چی؟ برمیگردیم به این که ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه در یک جهت حرکت نمی کنن. حالا تو الان این زنگ زدی داری راجع به ورم معدت صحبت می کنی، ولی این اپروچ شماست، یعنی شما همین سیستم داره تو تمام زندگی، قسمت های دیگه زندگیت هم در حال عمل هستش، درسته یا نه؟ یعنی چه قسمت های دیگه این متوجه نمیشه؟ یعنی مثلا توی رابطه تو چجوری رابطه کی رو، کس شخصی رو که انتخاب میکنی، توی تصمیم گیری در کاری که انجام میدی، توی اینکه چطور با کامیونیکیشن تو با یکی صحبت میکنی، چقدر درست تو رو میگیرن یا اینکه اشتباهن تو رو میشنون، تو یه چیزی میگی ولی افراد یه چیز دیگه میگیرن، آیا این قضیه در قسمت‌های دیگه زندگی تو هم نقش داره یا فقط برمیگرده به این ورم روده که در این زمینه ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه با هم یکی نیستن؟ فکر کنم جاهای دیگه هم هست. آره. پس ببین عزیز، بدن فیزیکی، هیچ وقت ما مشکل رو در بدن فیزیکی نمیتونیم حلش بکنیم، و تمام چیزی که صحبت من، لکچر من راجع به هولستیک اپروچ تو ویت لاس، یعنی ما به طور کامل چطور میتونیم این قضیه کاهش وزن رو به وجود بیاریم و دائمی باشه. ولی در تمام لکچرها من صحبت میکنم که ما فقط با بدن فیزیکی سر کار نیستیم، ما بدن اسپریچوال بادی داریم که میشه بدن عرفانی من، بدن ذهنی داریم منتال بادی، بدن احساسی داریم ایموشنال بادی، و بعد میاد به بدن فیزیکی. پس اگر شما و من یاد نگیریم که بدن فیزیکی در نتیجه اینی که آیا من رابطم با این کرییشن، با این دنیا چی هستش، آیا وصلم یا وصل نیستم، من چی فکر میکنم، چون من اون چیزی میشم که فکر میکنم. پس ورم روده تو در نتیجه افکار تو بوده که به وجود اومده. اون چیزی رو که تو فکر میکنی حالا روی بدن احساسی تو اثر میذاره. حالا تو شروع میکنی اینها رو تجربه میکنی، احساس میکنی، تازه آخر نتیجه اینها میاد روی بدن فیزیکی تو خودش رو نشون میده، درسته؟ پس یک زمانی در یک دوره ما انسان‌ها باید به این آگاهی برسیم که ما مشکل بدن فیزیکی رو در بدن فیزیکی نمیتونیم حل بکنیم. ما یا میریم عمل میکنیم یا اینکه دارو استفاده میکنیم، ولی قضیه اصلی از اونجا اصلا نیستش که تو به قول خودت دارو استفاده میکنی، وقتی استفاده میکنی اوکی، ولی خب بالاخره دارو شیمیایی هم ساید افکت داره، درسته؟ پس بنابراین من و شما باید متوجه بشیم که هیچ مشکلی در بدن فیزیکی نیست. برای همینه که من میکشم تو رو اونجا که ببینم تو چی فکر میکنی. بدن فیزیکی تو داره نشون میده الان که ذهن شما
احساس شما با این بدن فیزیکی رابطه شون با همدیگه درست نیستش. برای همینه که نتیجتاً حالا تو داری در بدن فیزیکی مشکل میبینی. پس شک نکن که اگر در این قضیه چیزها با همدیگه نمیخونن، در بخشای دیگه زندگی تو هم نمیخونن. برای همینه که الان بدن تو این مشکل رو برای تو به وجود میاره که تو یه مقدار بیشتر عمیق‌تر آگاهی پیدا بکنی که چه اتفاقی داره میفته. و برمیگردم به صحبت اولت که گفتم از نظر احساسی و روحی و روانی چی گفتی؟ نپرس دیگه. دیگه تو این دوره و زمونه. این دوره و زمونه هیچ دلیلی نداره که بد باشه عزیز، یا سخت باشه، یا من اعصابم خراب باشه، یا به هم ریخته باشم. تمام این مسائل میدونی چه موقعی به وجود میان؟ زمانی که تو هنوز به بیداری یا آگاهی نرسیدی، که تو فکر میکنی که اگر همه مردم دور و ور تو مشکل دارن و عصبی و کلافن، این نرمه، یعنی حالت طبیعی اینه که من عصبی. اتفاقا جالب بهتون بگم، من اصلا فکر نمی کنم این نرمه و خیلی هم دارم به خودم کار میکنم تو همین عواقب. پس این متضاد با حرفی که اولش، اما قبول داری که متضاد با حرفی که خیلی راه هست جان؟ میگم اولی فکر میکنم خیلی راه هست تا بشه به اون چیزایی که شما همیشه میگین واقعا رسید، چون یه راهنمای خوب میخواد، یه پشتکار خوب میخواد و خیلی من حداقل خودم شخصا خیلی راه دارم. ولی برمیگردم به صحبت اولت که ازت پرسیدم از نظر روحی و احساسی چطور هستی، به من چی جواب دادی؟ گفتی خیلی خراب. بله. نپرسین دیگه، همه دیگه میگم همش دلیلش برمیگرده خانم سودی به این که من آدمی نیستم که مسائل راحت بگیرم. شاید خودم رو زیادی اذیت میکنم. شاید نداره، شک نکن تو این قضیه. 100%. آره. یعنی وقتی خودم الان دارم با جامعه مثلا اینجا مقایسه میکنم، وقتی تو کلاس صحبت میشه من ببینم، میگم مثلا من برای آینده بچه‌ام نگرانم، بعد میبینم که چقدر جالب استاد من که مثلا انگلیسی میخنده و میگه تو الان داری زندگی میکنی، اصلا آینده رو ولش کن. و میبینم که ما از چه فرهنگ اشتباهی اومدیم و چقدر خودمون علکی اذیت میکنیم، ولی متاسفانه ما با این سیستم بزرگ شدیم. نه متاسفانه ای در کار نیست عزیز. وقتی تو میگی متاسفانه یعنی تو احساس مسئولیت نمیکنی. من اینو نمیپذیرم. من در هر محیط و هر فرهنگ و هر شرایطی که هستم به بقیه کاری ندارم. من فقط میتونم مسئول خودم باشم. تو الان مسئولیت رو نمیپذیری. ما هممون در فرهنگ ایرانی بزرگ شدیم، درسته؟ آیا همه ما داریم یک مدل با یک سیستم زندگی میکنیم؟ نه. پس بنابراین به فرهنگ ما ربطی نداره. باز دوباره برمیگرده به آگاهی من. وقتی معلم تو برمیگرده به تو میگه که چرا فکر آینده ای؟ وقتی تو میگی من نگران بچم هستم، نگرانی چه انرژی مثبت یا منفی؟ منفی دیگه 100%. خب آیا ما در آیا قوی تر از فرهنگ ما، حالا الان و این دوره رو ول کن، مگه ما از یک فرهنگ قوی نمیان؟ در چه دورانی و در چه زمانی چندین سال پیش شاعرهای ما برگشتن گفتن در این لحظه زندگی کن؟ تازه امروز ما داریم به اون تیچینگ، داریم به اون درس ها میرسیم. پس ما از فرهنگی نیومدیم که خراب بوده. و اگر تو بیدار نشی عزیز، تو به جای اینکه نگران بچت باشی و آینده بچت باشی، تو باید خودتو بیدار بکنی. چون اگر تو بیدار نشی، دو مرتبه اون ناآگاهی رو به یک نسل دیگه میدیم، نسل بعدی هم به نسل بعدی میدیم، بعد هممون میشینیم عقب میگیم فرهنگ ما متاسفانه فرهنگ خوبی نیست. یعنی چی؟ مسئولیت باید بگیریم. مسئولیت پذیرفتن یعنی که من همه چی رو مسئول همه چی هستم. من میپذیرم که من مسئول بدنم من هستم. هر اتفاقی که در بدن من میفته من مسئولیتش رو دارم. نه دکتر من مسئوله، نه جراح من مسئوله، هیچ کس دیگه مسئول نیستش. پس اون زمانی که من به آگاهی میرسم، وقت من هیچ کدوم از این مشکلات رو ندارم. درسته؟ نه. اوکی. پس بنابراین عزیز شما اگر میخوای این قضیه برم رو، چون از نظر اسپریچولی یا از نظر عرفانی هر چیزی یک معنی داره،
یعنی یک درسی هستش که داره به توجه من میاره، که اون درس معنیش به بدن فیزیکی نیسته. شما مشکل یبوست داری؟ نه اصلا مشکل یبوست نداری. اوکی. بعد اگر مثلا تحت استرس خیلی شدید قرار بگیرم، البته الان تقریبا یکی دو ساله که این مشکل رفع شده، ولی قبلا هم به شدت دایریا میشدم. قبلا به شدت دایریا میشدی، چی شد که استاپ کرد؟ دکترم گفتش که ایران که بودم میگفتش که این بیشتر حالت عصبی داره، منو گذاشت روی داروی آرام بخش. تقریبا 8 سال من اون دارو رو میخوردم، ولی خودم هی کم و زیادش میکردم. بعد دیگه اونو کلا قطعش کردم، ولی دو سه سالی که دیگه اصلا نمیخورم. و خب همینجوری سعی کردم پی با داشتن آرامش و اینکه سعی کنم خودم رو آروم بکنم، یه خود این حالت رو کمتر کنم، ولی در حال حاضر اون مشکلی که بهتون گفتم اذیتم میکنه. اون قطع شده. اوکی. خب پس این مسئله انالایز کردن و این مسئله موشکافی کردن و اینا حل شده؟ دارم سعی میکنم کمترش کنم، ولی نه کاملا نه. اوکی. سعی کردن انرژی مثبته یا منفی؟ مثبته 100%. سعی کردن مثبته؟ من فکر میکنم مثبته. نه منفی. از منفی. چرا منفیه؟ به خاطر اینکه وقتی من سعی میکنم، سعی کردن با سختی میاد، دارم سعی میکنم، یعنی به راحتی و روان نیستش. پس بنابراین من میرم جزو اون گروهی که در جریان آب حرکت نمیکنم، خودم رو تسلیم نکردم، رها نکردم که با این جریان رودخونه پیش برم. من دارم سعی میکنم که به جهت متضاد رودخونه حرکت بکنم، برای همین دشوار میشه، سخت میشه. درسته؟ پس ما سعی نمی کنیم عزیز. awareness، من به آگاهی خودم میارم، من آگاه میشم که من هنوز دارم با این برنامه ریزی موشکافی، این برنامه هنوز داره در من در جریان هستش، داره ران میشه در من. آگاهی داشتن یعنی اینکه نه من عصبانی میشم، نه سعی میکنم که عوضش بکنم. اون آگاه بودنه که موقعیت ها رو تغییر میده. پس تو سعی قرار نیست بکنی. تو مرتباً وقتی که میبینی که یه کسی میاد یه چیزی داره بهت میده و داری موشکافی میکنی، راست میگه، دروغ میگه، درسته، درست نیست، وقتی من به آگاه میاد میگم چیکار دارم میکنم؟ دوباره دارم موشکافی میکنم. همینی که من به توجه هم میاد، اون عمل رو قطع میکنم. درسته؟ چون الان ذهن من شیفت میکنه روی یه مسئله دیگه، پس بنابراین من اون موشکافی رو الان ولش میکنم، چون آگاه میشم که چی کار دارم میکنم. درست شد؟ پس بنابراین این قضیه برمیگرده به اون عزیز. ولی برنامه های من رو دنبال میکنی راجب لیکی گات، این صحبتی که ما داریم میکنیم برمیگرده به اون قضیه لیکی گات. اونو گوش کردی؟ لیکیگات روش نگم، ولی برنامه رو مرتب توی یوتیوب میبینم. آره خب اگر توی یوتیوب میبینی عزیز، من چون راجع به لیکیگات خیلی صحبت میکنم و یکی از چیزام این هستش که همیشه هم میگم که دکترها راجع به لیکیگات صحبت نمیکنن. من خودم چند وقت پیش میخواستم برم اینجا آزمایش بدم در امریکا، در لس آنجلس، گفتم میخوام تست بدم برای چیزهای مختلف. وقتی که گفتم برای کندیدا میخوام برای لیکی گات بدم، اصلا اینا چیزی جزء لیستشون به عنوان لیکی گات نداشتن. اصلا من پرسید لیکی گات چه، لیست رو نگاه کرد و ما اصلا اینو نداریم. و در این حال وقتی که میری مثلا فرزن با دکترها صحبت میکنی، دکترها واقعا حتی برو لیکی گات رو گوگلش کن، میگه که پزشکان در مورد لیکی گات اطلاعات یا اینفورمیشن ندارن. ولی من چون خودم این قضیه رو زیر و روش کردم با کسانی که ریسرچ های مختلف، ریسرچ هایی که زیر نظر دانشمندان بوده، کسانی که متخصص این قضیه هستن، ما در امریکا چند تا دکتر فوق العاده خوب داریم. ایمی مایر یکی از اونا هستش که توی کلرادو که 3 ماه بعد جلوتر وقت بگیری باهاش که بتونی بری. ولی تمام اینها رو من زیر و رو کردم. حالا تمام چی میگن اون چیزش رو من به شما میدم.
اولین عنصر این هست عزیز که شما زمانی که هست استرس داری، موشکافی تو، تمام اینها زمینه اون میشه. خودت متوجه میشی، به محضی که تو عصبی میشی، کلافه میشی، از روتینت، کارهای عادی روزمرت خارج میشی، جات عوض میشه، محیطت عوض میشه که یه مقدار تغییر به وجود میاره، این حالت بیشتر میشه. درسته؟ پس برابر این استرس اولین قضیه هستش تو این مسئله. وقتی که تو اون دارو رو میخوری، دکترت میگه بدنت رو قلیایی میکنه، that's the fact. یعنی یکی از مسائلی که واقعا باعث ایریتیشن یا مشکل پیدا میکنه برای روده یا هر مسئله دیگه، زمانی هستش که بدن من بیشتر اسیدیه تا قلیایی. تو با زمان سالیان سالی که دارو استفاده کردی، شک نکن که بدن تو اسیدیه، بخاطر اینکه دارو شیمیایی جزو چیزایی است که بدن رو اسیدی میکنه. احساسات سمی من از قبیل عصبی شدن، موشکافی، باور نداشتن دیگران، اعتماد نکردن، تمام این احساسات بدن رو اسیدی میکنه دو مرتبه. پس دو مرتبه اگر بدنم رو من به طرف قلیایی ببرم، اونم من کاملا توی دیویدی استرس در موردش صحبت کردم. هیچ کدوم از دیویدی ها یا سیدی های منو داری؟ بله دارم. کدوم کاملش رو دارم؟ ست کاملش رو عرفانتون رو دارم، همه ورزش تازه به دستم رسید، تازه برام فرستادم. خب سیدی دیویدی استرس رو گوش کن عزیز، و همونطور سیدی های عرفان، چون اینا خیلی بهت کمک میکنه. ولی توی دیویدی استرس من صحبت کردم که چطور بدن ما اسیدی میشه، چطور بدن اسیدی رو به بدن قلیایی تبدیل بکنیم. بعدش برمیگردیم به این قضیه که تمام این چیزها باعث میشن که داروی شیمیایی خوردن، فلورایدی که توی آب تصفیه شده ما هست، فلورایدی که توی خمیر دندونه، قرص ضد حاملگی خوردن، تمام اینها در اول بدن رو اسیدی میکنن، در دوم باکتری های خوب معده رو از بین میبرن. پس زمانی که باکتری های خوب معده که بهشون میگیم friendly bacteria, probiotics, acidophilus، دکترت بهت پیشنهاد کرده که اینا رو بخوری؟ نه اتفاقا خانم تو یه چیز جالب که براتون بگم، توی ماست وجود داره، توی بعضی از ماستا نوشته پروبیوتیک، درسته؟ تمام ماستا داره عزیز، چه بنویسه چه نه. مثلا با خوردن ماست این حالت هم 10 برابر میشه. اوکی، به خاطر اینکه آره میفهمم، اگر که شما اون حالت رو داری، یعنی اینکه این فقط نشون میده که شما آلرژی روی لبنیات داری. بنابراین دو تا اتفاق در یک زمان میفته، چون گروه خونید A هستش، گروه خونی A بدنشون بیشتر ساخته شده برای اینکه گیاه خوار باشن. بدن شما اصلا لبنیات رو مثل گروه خونی O نمیتونه بپذیره. دلیل اینکه بدتر میشی به خاطر اونه. ولی ماست رو بذار کنار، چون مثلا کلن با خانواده لبنیات پنیر رو نمیدونم. برای همینه که ازت سوالی که دارم پرسیدم که دکتر شما آیا شما رو روی پروبایوتیکس اسیدافلس گذاشته یا نه؟ اصلا فقط وقت خیلی خوشحال شد که من بهش گفتم من با این شربت گویسکون اوکی ام و من روزی 20 میلی یا 10 میلی از اینو میخورم، گفت اوکی این معده شما رو از حالت اسیدی به قلیایی تبدیل میکنه و دتس فاین. اگر میخواد بفرستم اندوسکوپی، گفتم نه من بارها اندوسکوپی شدم، اگه قراره که دوباره منو بذاری روی اومپرازول که من خودم اومپرازول دارم میخورم. خودت دیگه برای خودت کلی دکتر شدی دیگه، انقدر قرص خوردی. آره دیگه خودت. خب پس ببین عزیز، اولین چیزی که شما لازم داری پروبیوتیکس اسیدافلس بیفیدوس که باکتریای خوب رو بهش میگیم فرندلی باکتریا، باکتریای دوستانه رو دو مرتبه به معده برمیگردن. ببین اتفاقی که میفته وقتی تو این مواد شیمیایی رو استفاده میکنی، دیگه گفتم تمام استرس، فلوراید، تمام این داستانا باکتریای خوب معده رو از بین میبرن. پس بنابراین تو الان با یک بدنی روبرو میشی که دیفنس نداره، یعنی محافظت نداره، یعنی تو سربازای خوب جنگندت رو از دست دادی. درسته؟ پس الان باکتری های بد دارن برای خودشون عروسی میگیرن، هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن، چون باکتری خوب وجود نداره که اینا رو از بین ببره. پس اولین چیزی که لازم داری توی دایتت استفاده بکنی اسیدافلس پروبیوتیکس.
اگر که لندن میتونی بگیری بگیر، اگر نه از وبسایت من sudabe.com میتونی از اونجا بگیری. پروبیوتیک 100%. دومین قرصه خانم سوزی؟ آره ازم قرصه. آره. یعنی برم داروخانه به هم میدن؟ داروخانه حتما باید داشته باشن، ولی ما وقتی اینجا اسیدا پروبیوتیکس میگیریم شیمیایی نیستش، گیاهیه درست. بنابراین این از اون. دومین قضیه که فوق‌العاده به این مسئله کمک میکنه الکارنتینه. الکارنتین یک تک امینو اسیده که به صورت پودر میاد، یا یعنی که میتونی به صورت قرص بگیری. الکارنتین هم دو مرتبه، اگر اونجا هر کدوم اینا رو گیر نمیاری میتونی از وبسایت من بگیری sudabe.com. الکارنتین یک تک پروتئینه که سریعتر از هر چیزی معده رو هیلش میکنه، شفاش میده. الگلوتامین فوق العاده مهمه، زینک دو مرتبه، زینک لازم داری. بعد شما باید یه مقداری شروع بکنی. الان شکمت دیگه نه دایریا داری، نه بیرون روی زیاد داری، نه یبوست داری؟ نه هیچ کدوم از این دو تا ندارم. اوکی، پس بنابراین اینا جزو این. اگر مثل خانم اولی که پیام گذاشته بود که معده چیز شده، میخوای واقعا ریشگی قضیه رو حل بکنی، شما باید بری روی چیکن اور میت براث. یعنی شما فرضاً یه مرغ گنده، بوغلمون، یا نمیدونم ماهی یا گوشت قرمز اگه دوست داری 3 یا 4 ساعت با... قرمز اصلا نمیتونم بخورم، یعنی به من سن که بخورم این حالت همو بدتر میکنه. اوکی، پس گوشت قرمز نخور. هر جور پرنده، هر چیزی که هستش با آب زیاد میپزی. میتونی یه دونه پیاز بندازی اگه میخوای سیر، با سیر اوکی هستی میتونی سیر بندازی، یه ذره نمک و فلفل، 3-4 ساعت میذاری میپزه، آبشو نگه میداری و از صبح تا شب فقط اینو میخوری. این سریع ترین راهی هستش که ورم روده و معده از بین میره. یعنی فقط آب مرغ میخوری خودشونم؟ نه، در اول اگر واقعا بخوای اینو ریشگی حل بکنی برای 1 ماه، اگه بکشی 2 ماه اینو اینجوری میخوری. اون چیکن مرو، اون مغز استخون، حالا مال مرغ باشه، مال بوغلمونه، مال هر گوسفند باشه، هر چی که باشه، در این زمان شما احتیاجی نیستش که چربی اون مرغ و گوشت رو جدا بکنی، به خاطر اینکه خود این چربی اینا سریعتر اون معده و روده رو ترمیمش میکنه. پس بنابراین اگر 1 هفته میکشی، 1 هفته فقط آب و مرغ و چیز بخور، اگر 2 هفته میتونی، هر چقدر که میتونی، 1 ماه بکشی، 2 ماه بکشی، این کاملا رحم ترمیم میشه. بعدش میتونی خود گوشتش رو استفاده بکنی. پس بنابراین ببین، این به طور کلی هستش. هر زمانی که من مریضی یا بیماری میگیرم، چیزی که کمک میکنه که سریعتر من حالم خوب بشه یا سیستم دفاعی رو قوی میکنه، تک خوریه. هر چی شما غذاهات، تعداد کامبینیشن چیزایی که قاطی میشه کمتر باشه، شما معدت بهتر کار میکنه. متوجه میشی؟ پس اگر مرغ رو میپزی، فقط مرغ بخوری، الان بدن تو فقط داره با 1 نوع غذا داره آنزیم اسید بیرون میریزه، آنزیم میریزه که اینو بشکنه و ترمیمش بکنه. به محضی که تو مرغ رو با گوجه فرنگی قاطی میکنی، تو الان کارش رو سخت‌تر کردی. فهمیدی؟ وقتی برنج رو بهش اضافه میکنی، تو دیگه کارو خیلی سخت کردی. پس دستگاه گوارشه هی باید فشار بیاد. تو الان دستگاه گوارشی سالمی نداری عزیز که بخوای بهش فشار بیاری. پس بنابراین هر چقدر که تونستی فقط آبشو میخوری، بعد گوشتشو اضافه میکنی، باز دوباره 1 ماه، 2 ماه، هر چقدر، 3 ماه، هر چقدر که میتونی فقط با این گوشته کنامه. تا یادم نرفته روغن نارگیل 2 مرتبه به این مسئله کمک میکنه. 3 بار در روز، صبح و ظهر و شب، 1 قاشق چایخوری روغن نارگیل بخور. روغن نارگیل. خانم سودی، تو این مدتی که آب مرغ رو میخورم بعدش خود مرغ، هیچ چیز دیگه به جز این نباید بخورم؟ نه، برای اینکه توضیح دادم برات که چرا. توضیح شدم.
ببین اگر تو میخوای واقعا ریشگی، ببین یه قضیه که یک سال دو سال بعد باش کنار بیای، یعنی یک سال دو سال با رژیم سفت و سختی که بهت میگم باید انجام بدی تا اینکه این واقعا بتونه خودشو ترمیم کنه، اگه واقعا جدی هستی. ولی چون یه برنامه ریزی داری که ذهنت باهات